چرا حالا یه همچین تیپ کتابی جذاب میشه یا اصولا این پروژه اهمیت پیدا میکنه؟ برای ما در وضعیتی که ما هستیم با این شروع کنیم و بعد حالا یه مقدارم حالا بحثای اولیه خود کتاب و شاید توی قسمت دوم بتونیم بهش بپردازیم و یه جورایی حالا از جلسه بعدی هم خیلی جدیتر حالا درگیر بشیم. تا اونجا که به بالاخره این پس زمینه مربوط میشه، خب تجربه خودمون هم گفتم میرسیم به 3000 سال وضعیت استثنایی استبداد مطلقه که برای من بحث گرسنبرگر رو جذاب میکنه، برای اینکه این دیگه مثل بحث فوکو و آلتوسر و اینا راجع به یک چه میدونم گرفتاری های ساختاری سرمایه‌داری و اینکه حالا مثلا دولت در اونجا کجاها با فلان طبقه حاکم گره میخوره، کجاها زیرابی میره و حرف برابری مثلا کجاها بی ربطه یا چجوری یه نظامیه که در عین اینکه برابری و حتی قانونم هست ولی در واقع بهره کشی هست و یه عده توش پدرشون در میاد برای اینکه صاحب وسایل تولید نیستن و تنها چیزی که دارن نیروی کارشونه که بفروشن. اینجا خب احتیاجی اصلا به این چیزا نیست. اینجا در واقع من یه تجربه میام که توی 3000 سال شاه هر کار دلش میخواسته میکرد، یعنی هر کسی رو در هر لحظه میتونست بگه آقا گردن بزنید، تمام اهالی این شهر رو کور کنید. به همین علت بحث خشونت ورای حالا این بحث ساختار یا خشونت انتزاعی برام جذابه. تو ما حالا بریم توش همه اوایل کتاب خود نویسنده همین میگه که من وارد این بحث اصلا نمیشم که خشونت چیست، بعد همین صحبت های اینم پای جیجک اونم فوکو اونم اینا و فلسفه و این چیزا بیاد وسط. حتی واژه مدرنیته رو توی گیومه میذاره و باز وارد این بحثا نمیشه و در ورای در واقع حالا بحث غرض و مرض، بحث در واقع یه جور قصد، چون دایرکت وایلنسی که این میگه به هر حال مستلزم اینه که یه کسی پشتش هست که یه خشونتی رو داره اعمال میکنه روی یه بدنی. صحبت از نمیدونم خشونت انتزاعی نمیدونم کافکایی که ترافیک تهران خودش یک جور خشونت نمیدونم معماری نمیدونم مدرن شکنجه معنویه، نه مسئله این قرتی بازی های بگیم مثلا فرانسوی نیست، مسئله همینی که آیه آهنی رو داغ میکنن فرو میکنن تو فلان جای یه آدمی، اصلا از این بحثای احتیاجی به تحلیل فلسفی و این چیزا نداره. هر آدمی لازم نیست اصلا ساختگرا یا پسا ساختگرا باشه، فقط کافیه یه ذره همین حالیش باشه که آقا درد یعنی چی میفهمه که ماجرا چیه. و خب این دقیقا چیزی که تو این کتابم هست و از قضا اتفاقا میگم نتیجهش هم این نیستش که آسمان همه جا یک رنگیه یا آسمان همه جا آبیست یا به این معنا که همه جا اصلا خشونت هست و نظام های جدیدی هم که جستن هم فلان میارن مثلا خشونت توش هست، چون اتفاقا اصلا وارد اون بحث نمیشه، ولی دقیقا ابهام زدایی میکنه از این رابطه بین خشونت یا زور ماورای اقتصادی و آن چیزی که در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری تحت عنوان بهره‌کشی یا استثمار رخ میده و واقعا هم رخ میده و هیچ شکی در این ور قضیه نیست. ولی در این حال میگم اتفاقا ابهام زدایی میکنه از این ماجرا و این ابهام زدایی میگم برای ما هم که از دل همین 3000 سال استبداد میایم اساسیه
به خاطر اینکه خب اصلا یه همچین توحش نابی، همینجور که میگم یکی از فاکتای اساسی اصلا فرهنگ ماست. احتیاجی شاید اونقدر به نقد ایدئولوژی به مفهوم نمیدونم حتی آدورنویش نیست که حالا ما مثلا شکلای خیلی پنهانی از چه میدونم تبعیض یا نژاد پرستی که قایم در پس واقعیت اجتماعی رو رو بیاریم و مثلا تشخیص بدیم حالا فاشیسم کجاها قایم شده. اینجا کسی هیچ قایم نشده، اینجا خیلی روح قضایا و قضیه کاربرد خشونت از قبل از مغول تا خود حمله مغول و به بعد در واقع میشه گفت اصلا فاکت اساسی این تجربه تاریخیه. و خب این کتاب زیر عنوانش هست فانکشن سرمایه‌داری در تاریخ، بنابراین برمیگرده به این که شما در واقع چگونه دارید سرمایه‌داری رو وصل میکنید، the functioning of capitalism in history، یعنی ماجرا بر درست وایلنسه ولی بحث مارکت اند وایلنسه، بازار و خشونت. بنابراین یه برای دیگه قضیه همین ارتباط این خشونت با سرمایه‌داریه و اینم بحثیه که برای اتفاقا هر آنچه که تو اینجا بشه اسمشو گذاشت اصلا سیاست رهایی بخش اساسیه. برای اینکه اتفاقا همین ما باید این رو تشخیص بدیم که همین با ابهام زدایی از نقش خشونت بتونیم جایگاهش رو مشخص کنیم. برای مثال اصلا یکی از مسائل در واقع توی انقلاب 57 همین دوگانه یه که یه برش وصل میشه به اتفاقا آنچه که حالا آن به عنوان یه جور مفهوم همین مارکسیستی تحت عنوان توحیدستان شهری آوردیم که اصلا باز اینو اتفاقا باید ساختاری فهمید، این مساوی با چه میدونم گود نشینا یا نمیدونم پاپتیا یا چه میدونم کارگرای فصلی یا دهاتیای مهاجر به شهر نیست، این وسیع‌تر از اونه، حتی بخشی از بورژوازی هم میتونه توی این بگنجه، بخشی از پرولتاریا هم تحت عنوان لومپن پرولتاریا میتونه تو همین مفهوم توحیدست بگنجه. برای اینکه این مفهوم توحیدست وصل میشه اتفاقا به مفهوم انباشت اولیه است که اون مفهوم انباشت اولیه هم داخل خود مارکس وصل به پیشه های تاریخی سرمایه‌داری و ارتباطش با زور ماورای اقتصادی. برای اینکه انباشت اولیه از طریق تولید ارزش اضافه کسب نمیشه، انباشت اولیه است، یعنی با زور، با کتک، با غارت، با دزدی یه انباشتی صورت میگیره. حالا تا اونجایی که فقط به سرمایه حالا بخوایم بپردازیم، حالا بحث اصلا این که انباشت اولیه خودش یه پروسه تاریخی اجتماعی چند وجهیه رو اصلا کاری نداشته باشیم. خب تو خود همین تجربه 57 ما اتفاقا به خاطر همین وضعیت خاص سرمایه‌داری و اینکه بخش‌های وسیعی از جمعیت هنوز اصلا ادغام نشده بود تو سرمایه‌داری و کاملا در همین حالت بینابینی به سر می‌برد و یه جوری جزی از همین فرایند انباشت اولیه سرمایه بود، اصلا ضدیتش با سرمایه و با نظام هیچ ربطی به نقد سرمایه داری نداشت. اتفاقا خیلی میشه گفت واقعیت رو رو میآورد، وقتی فوش میداد به سرمایه داشت فوش میداد به دزدی و راست نمیگفت، برای اینکه اون با دزدی طرف بود نه با سرمایه داری، اون با غارت و دزدی یعنی همین انباشت اولیه طرف بود، خودش اصلا محصول همین فرایند دزدی و غارت بود. برای همینم هم بحثش بحث ظلم بود نه سوسیالیسم. برای همینم ایدئولوژی مذهبی بهترین ایدئولوژی براش بود.
غارت و دزدی رو هم با غرب و با نمیدونم سینما و با این چیزا یکی میکرد، برای که خودش هم در واقع لاقل تعداد قابل توجهشون همین بین جهان روستا و شهر هنوز در نوسان بودن، یه پاشون توی یه گذشته دینی بود. بنابراین اتفاقا این ماجرای حضور یه جور زور ماورای اقتصادی تو خود انقلاب 57 هم حضور داره و برای همین یه حالت دوگانه به این انقلاب میده. یه بخشایش کاملا به نظر میاد همین خواست دموکراتیک یه جامعه بورژواییه که میخواد شام استبداد رو پشت سر بگذرونه و بره به سمت چون همه جور قانونی شدن، حتی اگه سرمایه داری هم هست به هر حال در متن سرمایه داری طبقات و گروه های اجتماعی بتونن شام متشکل بشن، از منافع خودشون دفاع کنن، همون جوری که تو همه کشورهای دیگه سرمایه داری هست. و این در کنار در واقع اون بحث ظلم و ضدیت با همین دزدی و اون تصور در واقع کاملا اون عنصر توحیدستی، این دوتا با هم پیش می رفتن و به هر حال سویه های عجیب و غریب انقلاب 57، دوگانگی هاش، همین نوسانش بین جهان های کاملا متضاد ناشی از اینه. یعنی باید انباشت اولیه رو فهمید و نقش زور ماورای اقتصادی رو فهمید. و این حالا این مثال 57 بود، ولی اصلا کلن در برخوردمون با سرمایه‌داری و حالا نظام اجتماعی در شکل حالا تنظیمش در قالب دولت با همین دوگانگی در واقع روبرو هستیم. یه جور دوگانگی بین اقتصاد و سیاست، بین در واقع آنچه که میشه گفت یه دید جهانی و عمومی با یه دید اتفاق خاص و استثنایی. این دعوایه که همه منقدان سرمایه‌داری تو ایران داشتیم، آیا سرمایه‌داری ایرانی استثناییه و ایراداتش تو همه استثنایی بودنشه و خب این استثنایی بودن رو ما باید دنبال کنیم، یا نه اونایی درست میگن که میگن آقا سرمایه‌داری سرمایه‌داریه، از اولم جهانی بوده، برخلاف نظام‌های دیگه اصلا قابل همین خاص شدن و محلی شدن نیست، سرمایه‌داری از ابتدا یه امر جهانیه، همه جا یه جوره و این بحث های اینا هم استثناء و مستثناء رو هم کنار بذارید. و جالب ببینید تو هر دو تای اینا چه شما رو اقتصاد تاکید بذارید و اینکه همه جا یه جوره و شرایط خاص سیاسی رو که مال کشورهاست اونو کمرنگ کنید، روی جهانی بودن سرمایه تاکید بذارید، چه برعکس اتفاقا بیاید سیاست رو برجسته بکنید و بگید آقا سیاست در جهان رخ نمیده، ما چیزی به نام انقلاب جهانی نداریم، جنبش هایی که هست همه در یک کشور یا یک منطقه خاص رخ میده با شرایط ویژگی های خاص. سیاست چه سیاست قدرت باشه چه سیاست رهایی بخش مردمی باشه وصل به یک وضعیت خاص و همه وضعیت ها از این نظر استثنایی هن، یعنی هر کدوم خاص هن. و اگه کسی بخواد سیاست رو برجسته کنه، بنابراین خب این خاص بودن و این استثنایی بودن رو برجسته میکنه. ولی تو هر دو طرفش شما میبینید اتفاقا از دلش میتونه مسائلی بیاد. اونایی که روی عام بودن تاکید دارن اصلا کلن خواستهای دموکراتیک، چون مبارزه زنان، بحث چه میدونم برابری اقلیت‌های قومی و دینی، هیچ کدوم اینا مهم نیست برای اینکه همه اینا باید تابع مبارزه طبقاتی باشه و جنگ علیه سرمایه‌داری که اونم تبدیل میشه به فوش به آمریکا. و بنابراین هر کدوم از این چیزا برعکس رفتن تو کوره راهه. مبارزه اصلی رو که ضد چمدنام همین امپریالیزم جهانیه نادیده میگیره و میره تو همین
شرایط خاصی که جنبش های بورژوایی زنان و فلانه، از اون ور شما استثنایی بودن رو اگه گنده کنی بیش از حد، اتفاقا میرسی به اینکه اصلا خب پس نقد سرمایه‌داری چی میشه؟ یعنی اتفاقا میرسی به گروه ها و ترکیب هایی که یه جورایی فکر میکنن آره همه گرفتاری ما تو استبداد دینیه، هر جام که این استبداد دینی نیست اصلا دنیا بهشته، اصلا چیزی هم که اینجا مطرح نیست اصلا سرمایه داریه، و اینکه آقا تازه این حقوقی هم که اونجا هست همین کارگرا با مبارزشون کسب کردن، اینجوری از آسمون نیومده حتی حقوق جنسیت‌ها یا حقوق چه می‌دونم برابر فردی. ولی می‌بینیم با تأکید بر استثناء شما می‌تونید واقعا نقد سرمایه‌داری رو کنار بزنید، یعنی واقعا قضایا فقط بشه همین حد ماجرای حقوق بشری، و می‌بینید یعنی هر دو طرف یه جوری همدیگر رو تایید می‌کنن و در هر دو سو شما اگه برید عملا میگم می‌تونه بر ضد یه جور سیاست مردمی رهایی بخش باشه. برای همین اتفاقا باید رو هر دوتاش، من تمام اون بحثایی که از 15 سال پیش سر همین ادغام انزوا کردم، اینکه هم روی سویه عام ادغام شدن در سرمایه‌داری باید تاکید کرد، هم روی انزوا و استثنایی بودن شرایط خاصی که ما توش هستیم و شرایط خاصی که استبداد دینی میاره. در واقع به قول همین کاراتونی هم سرمایه دشمنه هم دولت، و هم حتی یه چیزی به نام هویت که میتونه قومی باشه، میتونه دینی باشه، میتونه نژادی باشه. این ستا رو باید دونست که نمیشه با یکی ساخت علیه اون یکی. شما اگه این کارو بکنی به همه اینا میبازی، برای اینکه اینا در واقع دولت و سرمایه پایه های در واقع نظام سلطه هستن، یکیشون اون وجه عمومی رو سازماندهی میکنه، اقتصاد رو، این یکی وجه خاص و استثنایی یعنی سیاست رو، ولی هر دوتاش تو کاره. و برای همین یه کتابی که روی لبه این قضیه را میره، حتی نشون میده که آقا رابطه بین اقتصاد و ماورای اقتصاد، بین بازار و خشونت چقدر پیچیده است، جوریه که حتی مارکسون هم وبر هم یه جاهایی اشتباه کردن یا مجبور شدن اصلا به اشتباه کردن. این ارزنده است.